کسایی که کار کردن و این نقطه قوت هم بوده. در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1382 تا 87 من در دپارتمان دانشکده برق و کامپیوتر تونستم این تشکل سنفی راه بندازم، کتابخونه خانه فرهنگ انجمن اسلامی تونستم اونجا تأسیس بکنیم و در فعالیت های سنفی و فرهنگی تونستم نقش داشته باشم و اجتماعی. و در دانشگاه رایرسون در سال 2009 و 2010 رئیس گرادویت چیرپرسن تمام دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکترای رایرسون بودم که حدود 3000 نفر بودن و یکی از 30 نفری که در هیئت مدیره و اتحادیه دانشگاه رایرسون بودن میشستم از اون 30 نفر. و فعالیت فرهنگی مختلفی رو در خارج از دانشگاه هم تونستم پایه‌گذاری بکنم که مثلا از سال 2010 تا 2016 یکی از اون فعالیت کلوب سینمایی بود که همزه ادامه داده. ممنون. مرسی، وقت شما تمام. آقای فرازمند من ابتدا سلام عرض می‌کنم. مهران فرازمند هستم. سن من 46 سالمه تقریبا. تحصیلاتم تو زمینه مهندسی الکترونیک بود، مهندسی برق‌قدرت و رشته مدیریت تو دانشگاه شریف مسقط و دانشگاه تربیت مدرس تهران. همه تحصیلاتم ایران. کار فعالیت اجتماعی رو از دوره دانشجویی شروع کردم تو ایران. از سالهای آخر جنگ، زمانی که فضا برای فعالیت اجتماعی اصولا خیلی تنگ بود به دلیل مسئله امنیتی اون زمان و در این حال دوره ای بود که فرصت همنشینی با طیف های مختلف فکری جنریشن های مختلف رو داشتم، از کسانی که زخم خورده های زمان انقلاب بودن تا نسل های جدیدی که از سیاست برون گردن. از حدود 10 سال پیش به کانادا اومدم و از سال گذشته وارد کنگره شدم و سعی کردم به عنوان عضو فعال در حدی که بذاتم بوده با کمیته ارتباطات و مشارکت جمعی کنگره همکاری داشته باشم. سلام خدمت همه دوستان عزیزان که زحمت کشیدن اینجا آمدن. تبریک من برای همه مادران و خودم همچنین. من به عنوان یک خانم مجرد 26-7 سال پیش اینجا اومدم. در نتیجه در توی کانادا زندگی تشکیل شده. از شوهر کردن، از بچه دار شدن، از بچه ها رو در این برای دنیا بزرگ کردن، از خودم رو به تحصیلات رسوندن و جمله اول بوده که باید کار میکردم، خرج درسم رو میدادم و خرج زندگی. همه این را جوری من رو توی اجتماع کانادا ساخت که بتونم در ضمن بفهمم که اجتماع کانادا برای نیوکامر چه معنی داره. حدود 15 سال اخیر من وقت زیادی رو گذاشتم در نتیجه که چه وان آن وان چه تو کامیونیتی‌های مختلفی که ایرانی‌ها در اونها در نورچه و خصوص تجمع می‌کردن بتونم برای اونا کمک باشم.